سلام دوستان عزیز، به کانال آلمانی نیوز خوش اومدید. آقا همینطور که گفته بودم امروز میخوایم در مورد مزرات یا عیب های کارت های اعتباری، به خصوص مستر کارتی که قبلا در مورد مزایاش صحبت کردم، یه سری نکاتی رو بهتون بگیم. اگر اون ویدیوی مزایا رو ندیدید بالا میذارم، میتونید اونجا کلیک کنید و مزایای مستر کارت رو اونجا ببینید. امروز میخوایم ببینیم آقا این کارت رو اگه داشته باشیم به قول بعضی آیا واقعا بدبخت میشیم؟ آیا بیچارمون میکنه؟ یا چند تا مورد رو میخوام بهتون بگم. قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم چند تا نکته رو بگم. آقا کارت‌های اعتباری سه مدله. یه مدلش اینه که مثلا کارت‌های هدیه، شما میری یه فروشگاه مثلا 20 یورو، 100 یورو، 50 یورو یه کارت هدیه میگیری یا یه کارتی برای خرید میگیری که بخواید اینترنتی خرید بکنی، یه مبلغی توشه. خب این هیچ ضرری نداره، شما میری خریدتو میکنی و بر اساس همون مبلغی که داخل کارت هستم خرید میکنی. دومیش اینه که شما میری بانکت میگی آقا من یه کارت اعتباری میخوام. اگه شرایطشو داشته باشی و بهت بدن، یه کارت مستر کارت یا ویزا کارت بهت میدن که وصل به حساب بانکیت و بر اساس پولی که توی حسابت داری میتونی اونجا خریداری بکنی. سومیش چیه؟ سومیش همین مستر کارتاییه که ما داریم معرفی میکنیم و خیلی جاها میبینیدش. بیشتر به عنوان دیبیت کارت به حساب میاد، یعنی میاد اون شرکت یا اون بانک یا اون مؤسسه وقتی کارت رو به شما میده یه اعتبار اولیه داخلش میذاره و میگه میتونی از این اعتبار استفاده بکنی و سر موقعش هم به همون برگردونی. حالا اگه برنگردوندی ما ازت سود میگیریم، به همین سادگی. حالا این کارت های اعتباری هم که ما در موردش صحبت کردیم و میکنیم هم به همین صورته. نکته بعدی که باید بگم اینه که لینک درخواست برای اینکه کارت رو بخواید بگیرید، همونجور که توی اون ویدیو هم گفتم، زیر ویدیو داخل توضیحات من میذارم. اگر نمیدونی کجاست، زیر ویدیو رو نگاه بکنی موضوع نوشته شده، میتونی اون فلش بغلش رو بزنی و مطالبی که در توضیحات هست حتما مشخص میکنیم که از اونجا میتونید ثبت نام بکنید. چرا از اون لینک استفاده بکنید؟ چون که شرکت بعد از هر دوره‌ای یک هدایای نقدی به شما و به شخصی که دعوت کننده شماست پرداخت میکنه. میتونیدم بدون اون لینک برید ثبت نام کنید، ولی خب اون هدیه نقدی که از 20 یورو و تا 60 یورو، من اینجور که دیده بودم تا 60 یورو هم میشه و هر دوره ممکنه متفاوت باشه، به شما پرداخت میکنه. بعد از اینکه ثبت نام کردی میتونی همسرت، برادرت، دوست یا آشنا رو هم دعوت بکنی و اون هدیه نه تنها به اون داده میشه، به شما هم داده میشه. پس اونو میذارم، میتونید اونجا کلیک کنید و ثبت نام بکنید. اگرم ثبت نام رو بلد نیستی، باز یه ویدیوی دیگه گذاشتم که اونجا میتونید طریقه ثبت نام اینم انجام بدید. و اما مزرات یا عیب های این مستر کارت، این کارت اعتباری چیه؟ اولیش اینه که به اندازه یه کارت کیف پول شما یا جیب شما رو اشغال میکنه. نه، ولی مهمترینش اینه. ببینید، همونجور که من تو ویدیو قبلی گفتم، اگر شما یک ماشین بخرید چشم‌بسته، حتی بهترین ماشین هم بخرید چشم‌بسته، پاتون رو گاز بذارید، بدبخت میشید. دو نفر دیگر هم بدبخت میکنید. نه تنها این کارت، بلکه هر کارت اعتباری دیگه هم داشته باشی، شما بدون برنامه بخواید ازش خرید بکنید، ممکنه اتفاقات ناخوشایندی براتون بیفته. مخصوصا این کارت که به شما اعتبار میده و این اعتبار بعد از خریدایی که انجام میدید ممکنه بیشتر و بیشتر تا یک سقفی، حتی ممکنه تا 10,000 یورو هم اعتبار توی کارت شما وجود داشته باشه. و اگر بی برنامه بخواید خرید بکنید و اون ورودی درآمدتون رو با خروجیش نتونید کنترل بکنید، آره این کارت ممکنه شما رو بدبخت بکنه. ولی همونجور که باز گفته شد، این پول و این کارت میتونه برای روز مبادا برای شما خیلی به کار بیاد. یه موقع یک هزینه‌ای برای شما ایجاد میشه که اصلا فکرشو نکردید. این کارت میتونه اون لحظه شما رو نجات بده. حالا شما اگر اومدید و پولی رو که گرفتید به موقع پس دادید، اوکی، هیچ سودی از شما گرفته نمیشه.
ولی اگر به موقع پسش ندید خب سودو میگیره و سودش هم زیاده. یه چیزی هلوهوش 19% پولی که شما دارید ازش میگیرید از شما سود میگیره و خب این نسبت به بانک هایی که توی اروپا هستن واقعا زیاده. طریقه کارش هم اینه که شما یک پولی، یک اعتبار اولیه داخل کارت هست، شما اونو میتونی خرجش بکنی، خرید بکنی، حتی از دستگاه پوز میتونی استفاده بکنی. تمام مزایا رو گفتم توی اون ویدیو، میتونید اونجا ببینید. و بعد هر پنجم به پنجم برای شما یک صورت حساب میاد، حالا یا با پست میفرستن دم خونتون یا به صورت اینترنتی به ایمیلی که بهشون دادید میفرستن و به شما میگه که آقا اگر میخوای این پول، این سود رو ندی، بیا تا فلان وقت اینو تسویه کن، وگرنه حداقل مثلا یک سوم اون پولی رو که برداشتی رو حداقل بیار واریز بکن. و این باعث میشه که چی؟ یک سودی به اون پول هر ماه اضافه بشه و تا 20 ماه بعد شما وقت دارید که اون صورت حسابی که براتون فرستاده شده رو پرداخت بکنید. اگه پرداخت نکردید کارتتون رو میبندن، مخصوصا برای کسایی که شانسی این کارت رو گرفتن، چون هستن کسایی که توی آلمان دارن زندگی میکنن، قبولی ندارن، اقامت قانونی درست حسابی ندارن و درخواست دادن و این کارت براشون فرستاده شده. اونجا اگر کارتشون بسته بشه، اون موقع ممکنه ازتون مدارک اقامتی بخوان. خیلی ساده، تنها به نظرم عیبی که این کارت داره همینه. اگر شما میدونید عیبهای دیگه ای داره یا تجربه ای دارید، حتما زیر این ویدیو برامون بنویسید. بقیه دوستان حتما میخونن و ممکنه که تجربه شما بهش کمک بکنه که درستر بتونن از این کارت استفاده بکنن. نکته آخری رم که باید بهتون بگم، هنوز فرصت دارید. سوالاتی که دارید، توی ویدیو قبلی هم گفته بودم، هم زیر اون ویدیو هم زیر این ویدیو میتونید سوالاتی که در مورد مسترکارد دارید و برامون بنویسید. تمام سوالات جمع میشه و یک ویدیو در مورد تمام سوالا که پاسخ بهشون میدیم برای شما درست میشه. فکر میکنم که یک ویدیو کاملی بشه که دیگه هر کسی هر سوالی در مورد این مسترکارد داره بهش پاسخ داده بشه. امیدوارم که این ویدیو هم مفید باشه واسهتون. لایک یادتون نره. اگه هنوزم سابسکرایب نکردید، دوست داشتید اون پایین دکمه قرمز رو بزنید و سابسکرایب کنید. اگرم زنگوله ها رو بزنید که همه ویدیوهای ما به اطلاعتون میرسه. تا یه ویدیوی دیگه هم، خدا نگهدار.